جناب بیژنپور صاحب، روسیه میگه که در شمال داعش در حال دوباره قوت گرفتن است و در پولی از گزارش های دیگه هم نشون شده که قوت های جدیدی که در روز بنام مقاومت و غیره قماندان های سابقه هم دوباره تنویل میشن، تسلیح میشن، مجهز میشن. یک تعداد کمپانی های امنیتی خارجی با تماس گرفتن مثل بلک واتر باره. پس اگر افغانستان با وضعیتی میره که در اونجا دوباره زمینه فعالیت داعش مهیا میشه، کمپانی های امنیتی مثل بلک واتر دخیل میشن، چگونه ارزیابی میکنین وضعیت؟ ما قبلا این مسئله رو مطرح کردم که تصادفانی به این وضعیت دچار هستیم و یا زمینه سازی میشه که ما به این طرف بریم. بله، من عرض کردم که داستان دراماتیک است. معناش این است که هم سیاست های بسیار مبهم و سکوت های معنی داره که دولت داشت و از فرصت های خودش استفاده نکرد تا قدرت را که اختیارش از 300 هزار نیروی مسلح و این دستگاه و نهادها و قدرت و پول و یک دفعی به اصطلاح همه جا ماندن و در حقیقت بی اثر شدن و ولسوالی ها دست به دست شد و بالاتر از 100 تا ولسوالی از دست رفته است. از یک طرف اینا، از یک طرف دیگه اگر قرار بسر این است که داعش به شمال قرار است که در پایگاه بگیره در شمال افغانستان و بعد علیه بعضی اهداف توجیه شده از پیش فعالیت کنه، برای اینم یک منطق وجود داره که خارج شدنی بسیار داستانی آمریکا از افغانستان و بعد دولت، سکوت دولت در رابطه با همین سیاست، تناقضاتی که آمریکا داشت و در میدان گذاشتن افغانستان از طرف آمریکایی ها با این وضعیت فضاسازی، تفاهم نامه مبهم با طالبان امضا کردن و او تفاهم نامه هرگز به ما نرسید. در حقیقت مردم افغانستان ندانستن این تفاهم نامه طالبان با آمریکایی ها بر سر مسئله قدرت چگونه است. این معما بین دولت و بین جناح استخبارات آمریکا و اینا باقی ماند تا بیرون شدن. بسیاری از ما تحلیلگران میگفتیم که آمریکایی‌ها بیرون نمیشن، ولی دیدیم که آمریکایی‌ها بیرون شدن انصافا بیرون و در و هنگامی که اینا آغاز کردن بیرون شدن و در حقیقت طالبان وارد فعالیت‌های نظامی شدن، بیرون شدن، لیکن در نتیجه بیرون شدنشان افغانستان به طرف بی‌ثباتی میره، ثبات نمیره. مسلمان گفتیم که عامل بحران اینا هستند، به دلیل از اینکه اینا برآمدن خود شروع کردن دو مسئله پیش آمد. یک، عام جامعه احساسش این شد که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردن و افغانستان را در حقیقت به پاکستان فروختن. این در حقیقت پاکستان متصدی امور افغانستان شد و بنابراین طالبان هر چه زودتر باید چتر شوند، در افغانستان قدرت بگیرند و یک قدرت یک دست، یک مدیریت تحت امر پاکستان یا به اصطلاح خیلی فربه برای پاکستان به وجود بیاید تا فعالیت‌های اقتصادی، قراردادهایی که با چین هست، قراردادهای منطقه‌ای که هست در سیاست بازرگانی که جغرافیایش یا مرکز فعالیت افغانستان است و ترانزیتش یا به اصطلاح ترانسپورتیشنش از افغانستان صورت میگیره، اینا باید در اختیار اونا قرار بگیرن. مسئله مثلا تاپی بود و مسئله کاسا هزار بود و اینا، و یک دفعه هم یک اندیشه آمد این خلاف منافع امریکا، یعنی چیزی که شما گفتین مسئله تاپی خو به هر حال چیز دیگه است، لیکن پاکستان که بسیار علاقه مند است رابطی که با چین داره و مسئله سی پیک است و امریکا خلاف از ایست که در افغانستان و در منطقه زمینه بر عمل شدن پروژه سی پیک مهیا شود. برعکس اقتدار فکر میکنن افغانستان به می خاطر بی ثبات شده میره تا جلوی فعالیت های اقتصادی چین گرفته شود. خب اگر امریکایی هایی را به زیان خود می دیدن قرارداد 48 میلیاردی با پاکستان و چین، خب در وقت خود افغانستان بودن، میتونستن از این سیاست به عنوان یک سیاست خلاف اهداف و استراتژی خودشان تلقی کردن، با آمریکا، با پاکستان برخورد کردن که نکردن. پس معلوم است که حتی او قرارداد نیز تحت نظر آمریکایی ها مدیریت شده، سازماندهی شده و این بازی که گفتید در مورد پس آمریکا چی هدف تعقیب میکنم؟ نه، از یک جانب بر صلح و ثبات افغانستان از نفوذ خود کار میگیره و از جانب دیگه شما گفتین که همه چیز با پاکستان
به خاطر چی بسپاره؟ یعنی این بازی چرا به این شکل ادامه داره؟ اما یک منطلی معروف داریم که نه خود خورم نه به کست هم گنده کنم به سگ دهم. بحث امریکایی ها این است که بحران در افغانستان باید باشد تا چین، تا ایران، تا هند، تا روسیه نتوانند از یک نظام سیاسی که مستعید اوناست استفاده کنند. ببینید طالبان طبیعتاً بدون استشاره امریکایی ها هم به روسیه نرفتن، در او طبیعتاً آقای کابلوف هم میدانم، من میدانم، این مقدار من میدانم که این یک بازی بود که امریکایی ها دسانت کردن اینا را به دامن روسیه و روسیه هم در سیاست دفاع از طالبان تا یک سطح را پیش رفت و یادتون است که تازه میگه که باید طالبان دولت نشوند. بله امارات ما قابل قبول نیستیم. حالا این را میتوان دو گونه تحلیل کرد که هم ظاهرن میخواهند با افغانستان به اصطلاح و سیاست آینده یک عدم موافقت بگن ولی به اصطلاح از در استخباراتی موافقت کنند. بحثی بود که داعش به شمال افغانستان و داعش مثلا به داعش علیه تشیع فعالیت میکنه، فلسفه وجودی شما موست. بنابراین در شمال افغانستان برای چی؟ اگر داعش میخواهند به خاطر از این دلیلش یک کسایی که مثلا روسیه این مطرح میسازن، طالبا اجندای منطقوی ندارن، اجندای طالبا مربوط به افغانستان است، لیکن داعش و به فکر احیای خلافت در تمام منطقه و در اینجا به اسلام و ایالت خراسان یاد میکنن، فلهذا جنگ و بیامنیتی را به طرف از کشورهای آسیای مرکزی و سینکیانگ و مناطق میکشانه. یعنی توسط داعش این ممکن میشه که بی‌ثباتی و جنگ به چین و به آسیای میانه سرایت کنند. ما به نظرم که شما هر قدر امت اسلامی را که جلد کنین و با هم به اصطلاح تحت هر شعار دیگری با چین و اینا مواجهه نمیتونند، یک مسئله معلوم است. ولی امریکایی ها مفهوم است که اول ببینید هیچ گونه امکان همگرایی بزرگ جهانی برای امت اسلامی وجود نداره. اسلام به قول امام خمینی مرز نداشت، اما کشورها مرز دارن. یعنی ما دیدیم که اسلام ما، اسلام آسیای میانه، اسلام پاکستان، اسلامی که در هند است، اسلامی که در جنوب چین است، اسلامی که در اندونزی است، اسلامی که در عرب است، بسیار متفاوتن. منافع کشورها مهم است. هیچ ایدئولوژی این مرزها را از بین نمیبره، اصلا قادر نیست. اگر امریکایی ها گروه های تروریستی این مرزها را باز نمیشناسند، بحث بر سر تروریسم اگر باشه، تروریسم یک بحث دیگه است. استخبارات دنیا سعی میکنه تا نیروهای را به اصطلاح و استجاره بگیره و از اونها استفاده کنه برای برهمزنی نظمی که مایل به اون نیست. خب در یک خطر ما داریم، او خطر این است که ما همسایه با چین هستیم، همسایه با روسیه هستیم، همسایه با هند و ایران هستیم. حالا پاکستان بمانه که از متحدین آمریکا بود، ما در یک جغرافیای قرار گرفتیم که از هر جهت برای آمریکایی‌ها مهم است. اما این اهمیت آمریکایی‌ها در حضور سبز خودشان مدیریت کردن نتوانستند، یعنی به سمت رفتن که بازی به نفع مخالفان شد. حالا پس دوباره رفتن به 20 سال پیشتر تا برگردن با یک حکومت مذهبی و وضعیت تهدید بکنن، فشار و شکل دیگه نشان بدن که حکومت طالبان هست و بهانه ها با کشورهای دیگه مساعد شد و به خاطر آغاز یک دور دیگر بازی استخباراتی در منطقه. درست، بسیار زیاد تشکر جناب سیدی صاحب. شما قبلا یاد کردین که فقط اگر یک تفاهم بین کشورهای منطقه و جهان در مورد افغانستان به وجود بیه، بعد از او ممکن است که ما بریم به طرف صلح، ورنه آنوسو آیا امکانی را میبینین؟ کدام نشانه از این که یک اجماع منطقی وجودی در مورد افغانستان بین روسیه و امریکا و چین وجود داشته باشه؟ اشتراک منافع وجود داره در مورد صلح در افغانستان بین امریکا و کشورهای منطقه؟ اول جناب آقای جواب یک بازی را به شما قسم میکنم. بله. در حدود 10-12 سال پیش تعدادی از هیئت رهبری موجود طالبان از گونتونمو آزاد شدند و بله. زمان بارگوما آورده شدند به قطر تسلیم شدند، گفتن اینجا باشد به جنون او بیتین چاخ کنین اینجا باشد. بله. حالا بعد از 12 سال قطر مرکز گروه طالبان شد، یادتون خوب هست. یک. بله. دو، امروز شما از طریق رسانه شنیدین که امریکایی‌ها تحت ریاست جنرال مکنزی پایگاهی در قطر می‌سازند که از اون طریق به گفته حضور افغانستان
چرخ میانه را کنترل کنند. برای درک کنین که این چی بازی بوده که 12 سال پیش رهبری طالبان از گوانتانامو میاردن به قطر نگاه میکردن به خاطر آینده این بله بازی را بعد بسیار. از سوی دیگر من باور دارم که همین لحظه که طالبان جنگ میکنه سلاحی که طالب داره، دوربین های شوبینی که طالب داره، حتی تیاره بی‌سرنشین داره طالب به وقتا نسبت به سلاح قوات های مسلح افغانستان چندین برابر قوی تر، کشنده تر، خطرناکتر است. آیا ملا حیبت الله و کارخانه خود سلاح ها ساخته؟ آیا من نمیفهم که ملا برادر و کارخانه خود ساخته؟ نه، این همی کشورهای غربی هست در رأس امریکا که همی سلاح رو دست رد زینا میگذاره. باوری چی است؟ باوری می است که تلاش های در جریان است که تا تروریسم مرکزش افغانستان شه و خصوص طالب لباس تبدیل کنه به طور شما فرمودید که نامی داشت. از این طریق موجب تهدید کشورهای آسیای میانه و روسیه شه و همچنین بتانه مشکل ایجاد کنه به خاطر رشد اقتصاد چین در منطقه. این بازیه که امریکا در حال حاضر میخواه مدیریت کنه توسط طالب گروه توریست. اما باوری می است معلوماتی که میدارم در یک 10 روز یا 8 روز بعد یک جلسه بزرگی شاید در ازبکستان به اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی، یک تعداد رؤسای جمهور کشورهای منطقه و یک تعداد کشورهای اروپایی یک جلسه دیگه دایر میشه، تصمیم میگیرن که در مقابل این عملکرد امریکا چی باید کرد. آیا میتونیم یک اتحاد ایجاد کنیم یا نه؟ اما در حال حاضر تا میدان نبرد معلوم نشه روسیه حاضر نیست که افغانستان با دل و جان همکاری کنه، به خاطر از اینکه کشورهای منطقه پیوند، شما ببینید که حکومت افغانستان قرارداد امنیتی داشت با امریکا. امریکا ببینید که چقدر خلاف ورز است، قرارداد امنیتی را امضا کرد تا سال 2024 چقدر یک طرفه قطع کرد، خلاف اخلاقی دیپلماتیک است، خلاف اصول دیپلماتیک است. بنان امریکا نه نرمای بین المللی را مراد میکنه، نه نرمای اخلاقی را و نه نرمای سیاسی را. درست. پس افغانستان دوباره به یک مرکز رقابت امریکا و کشورهای منطقه در حال تبدیل شدن است. اول خود جناب آقای جواک، پیشبینی وضعیت افغانستان اگر من میکنم اگر شما میکنین که دشوار است، به خاطر اینکه جنگ از افغانستان نیست، جنگ از مردم افغانستان نیست، پیچیده و بقرنج است. تحولات افغانستان روز گذرش هر لحظه تحلیلی که بکنی فرداش دیگه است. اکثر ما گفته بیجن پوسه به این باور بودیم که امریکا میمونن امریکا برامد، اکثر ما به این بودیم که افغانستان یاد. شما ببینین 32 سال پیش به همین تا روسیه افغانستان رو ترک کرد، این گپ گفت گرباچوف و دکتر نجیب الله، گفت که ما میرویم شما را کمک مالی میکنیم، شما دانین و کارتان. باز حال پس بعد از 32 سال امریکا میگه ما میرویم کمک مالی میکنیم، شما هم دانین کار. یعنی تاریخ در افغانستان تکرار میشه، تاریخ تکرار میشه. بنان من به یک دستم که امریکا افغانستان 3 دفعه، انگلیس، روسیه، امریکا، این 3 بازی هر روز پخته نشده و افغانستان میدان نبرد پخته شدن بازی های استخباراتی خواهد بود که در رأس امریکا قرار داره. درست. پس کدام رای حلی هم وجود داره یا نه؟ از این وضعیت میتونیم که خدا بکشیم یا نه؟ خب ما گفتم یک خوب یک اجلاسی در روز بعد دایره بشه که شما از طریق رسانه خواهد شدید که چی تاثیر داره. یک دومش در داخل افغانستان و بیرون افغانستان یک تعداد شخصیت های ملی در تلاش هستند که بدیل ایجاد کنند. چرا؟ به خاطر حاله که با سقوط حکومت غنی بدیلش طالب است، بدیل از بد بدتر بشه. بنان ادامه تحمل این حکومت هم از منطق خارج شده. تحمل این حکومت هم یعنی بیبندواریش، رشبتش، اختلاسش، بیکفایتش، دزدیش، دروغگوییش همه. بنابراین نیروی سومی ضرورته. نیروی سومی به چی حالت؟ که یا به روی تفاهم برای غنی و طالبا به قبولان نیروی سوم، یا قوتهای خارجی کمک کنن، یعنی نیروهای اروپایی و آسیایی کمک کنن که به طالب و اشرف غنی بگن که نه، شما هر دو کنار برین تا وقت انتخابات بعدی. تشکر جناب سیدی صاحب، سلامت باشین. جناب بیژن پور صاحب، چیزی که سیدی صاحب گفتن، وزیر خارجه روسیه هم پیشنهاد کرده که یک حکومت موقت به همکاری روسیه و چین و امریکا و پاکستان در افغانستان تشکیل شود و رای حل افغانستان امیست.
ادامه جنگ به این شکل خو به هیچ جای نمیرسه. این کار ممکن است به نظر شما این رای حل است یا نه؟ اگر امریکایی ها موافقت بکنن که یک حکومت مشارکت طرف های مؤثر در افغانستان با وجود بیاد، عملی ترین راه همیست. پیشتر هم در بحث شما گفتیم و آقای سعیدی فرمودن که مسئله اداره افغانستان توسط طالبان هم دشوار است و توسط دولت کنونی هم ادامه ی حاکمیت دشوار است. پس صلاح کار بر این است که هم این دو تا دشوار را کنار بگذاریم که به حیث دو طرف باشن. یک طرف پررنگتری که مردم افغانستان است و نهادها و احزاب و سازمانها و جریانها و شخصیتها، اینا هم بیان یک دولت در حقیقت در مطابقت با استراتژی منطقوی از نظر سیاسی به وجود بیه و دیپلماسی این نظام طوری باشه که در حقیقت تمام بحران منطقوی را به یک نحوی به اصطلاح مهار بکنه. کشورها رقابت‌هایشان را در افغانستان توسط یک دولت مشترک میتوانند مهار کنند. چون ممکن است زمانی که میگم آمریکا بهانه بی‌ثباتی است، آمریکا به خاطر رقابت با کشورهای منطقه افغانستان به ثبات میسازه، بحثایی که صورت گرفت، پس اگر امریکا همکاری نکنه، روسیه و چین میتونه که امریکا و پاکستان مجبور بسازه که در افغانستان صلح تامین شه؟ مثلا من اگر بحث به انقطاب بره و روسیه و چین از امریکا میبرن و پاکستان هم تهدید میشه، کاری کردن نمیتونه و پاکستان زود موافقت میکنه با اینا. اول چین، منافع پاکستان با چین است و چین وقتی در این سیاست با روسیه به توافق برسه، طبیعتاً دولت در افغانستان ادامه خواهد داد که اینا باش موافق باشند. ولی اگر آمریکایی ها به خاطر که کاملاً منافع را از دست ندن، اختیارات از دست ندن، پایگاه را از دست ندن، باید یک دولت 50-50 با اینا توافق بکنه. یک دولتی که آمریکا و پاکستان یعنی متحدینش در مجموع و این طرف چین و روسیه و هند، اینا باید شاملش باشن به هر صورت و این دولت باید یک دولت مثلث باشه. شما ببینید هم در داخل افغانستان هم این تمایل وجود داره، هم ادامه یک امارت پیشینه طالبان که تجربهش وجود داره او محال است، ناممکن است، و هم مردم افغانستان دیگه در بضاعتشان این نیست که جنگ های بسیار طولانی و فرسایشی را تحمل بکنن. به هر صورت توافق امریکایی ها به حد اقل منافی هم در حقیقت به مفاد امریکاست و در غیر آن صورت ولی زبانی که بایدن میگه که افغان ها باید خودشان تصمیم بگیرن در مورد خود و در حقیقت این را میگن که شما بفهمین طالبان، یعنی یک نوع بیعلاقگی نشان میده که امریکا در این مورد کدام علاقه مندی نداره، پس چگونه میتونیم به این هدف باز برسیم؟ همینجا دو تا نظریه برای امریکا مطرح است. یکی پاکستان که میگه ما با حاکم ساختن طالبان وضعیت به نفع ما حفظ میکنیم، اما یک طرف دیگه ای است که با حاکم کردن طالبان ما متاسفانه باز یک مقاومت دیگر، یک حرکت دیگر و یک حالت دیگر در برابر ما خواهیم دید. دو تا مشکل پیش میاد. اول آمریکایی ها باختن بازی را و با یک سرافکندگی از افغانستان بیرون خواهند شد. اعتبار جهانی آمریکایی ها مخصوصا در شرق و در آسیا ختم است. دوم حریفان آمریکایی با خنده و تبسم به افغانستان خواهند آمد و در تحت فشار نظام طالبان تعویض خواهد شد و یک نظام مورد نظر اونها به شکل میگیره و این او زمان است که آمریکا هم توسط هم پاکستان دیگه نقشی نخواهد داشت و هم خودش به صورت مستقیم، یعنی در یک بازی منفی منفی و باخت باخت آمریکایی‌ها، اگر این سیاست آمریکا باشه یک سیاستی بسیار عاقلانه است. یعنی فرصتای وجود داره به خاطر صلح، هنوز هم فرصت های وجود داره. مسلما از این فرصت های حکومت افغانستان و احزاب سیاسی افغانستان چگونه استفاده کرده میتونه؟ خب مشکل ما از نظر سیاست خارجی جواک سبی است که در حال حاضر ما سیاست خارجی من در منطقه برای لابیگری فعال نیست. یعنی ما در حال حاضر در منطقه کشورهای منطقه را که منشورشان در واقع توافق سیاسی در افغانستان است متاسفانه در کنار خود نداریم. یعنی حتی کشورها نیز بهت زده و در حقیقت غافلگیر شدن در وضعیت کنونی وضعیت سیاسی افغانستان، در حالی که افغانستان باید بسیار جدی لابی بکنه در رابطه با مسئله کنفرانس عاجل. این کنفرانس باید متوقف کنه وضعیت افغانستان را توسط کشورهایی که حمایت میکنند جریان و یک دولت مشترک شکل بگیره.
لیکن حکومت افغانستان خو اش نشانه دیده نمیشه که به این طرف بره. اگر حکومت افغانستان، یعنی از هر دو طرف، هم طالبا تمایل به جنگ دارن و هم حکومت افغانستان تمام سیاستاش توریست که میره به طرف جنگ، یه چه تمایل وجود نداره دیگه. پس در ذهن عمومی دولت جنگاور نیست، یعنی در جنگ جدی نیست. یا به عبارت دیگه جنگ دولت مؤثر نیست. در حالی که دولت قدرت بیشتر است، دولت امکانات بیشتر است، دولت توانی هم داشت که از مردم حمایت بکنه و طالب به هیچ صورت پیشرفت نکنه، اما از این ظرفیت استفاده نکرد و در ماه‌های اخیر معماهای به اصطلاح بهانه‌های در سیاست عملی یا کاربردی و اجرایی دولت دیده میشد که من نمیدونم یا سیاست اما دولت، اما تو دایی کاری که اولین کار و مهمترین کاری که باید بکرد اجماع سیاسی را به وجود بیاور در داخل کشور، او هم وجود نداره. پس حکومت برای حل سیاسی متقید است. مشکل همین است که امریکایی ها حکومت اگر تحت فشار دارن که آقا شما دیگه دست بردارین از این مسئله و بسیار زیاد تلاش هم نکنیم که ما با او جریان موافق نیستیم، حکومت شما را دیگه حمایت نمی کنیم. خب در حقیقت امریکایی ها میگن ما حکومت افغانستان را حمایت میکنیم، روسیه میگه که ما طالبان را نمی خواهیم، ولی عملا در حقیقت وضع داره میره به سمت مخالف و موازی دولت داره سست میکنه و دولت خودش هم شتاب و شور و حال نشان نمیده که بسیار زود یک حالتهای دیگری رو به اصطلاح تقلا بکنه تا از پیشرفت طالب جلوگیری بکنه و مردم لااقل ذهنیتش در تصرف تبلیغات دولت بمانه. یا مشکلی سراسیمگی و ناشیگری یا نفهمی مدیران و اجرا کنندگان سیاست است، یعنی مجریان حکومت داریست، و یا یک سیاست استخباراتی حاکم بر وضعیت است، و یا در حقیقت بی‌ارادگیست. سه تا علت وجود داره، اینا رو باید اصلاح بکنن. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. گران لجون کو تاسو نه هم منل تر سپوریم، موږ سره وای راتلونکي باس پوریم. په خدای سپارو، الله مو ملشه.